چند خبر مهم. بند برق سوختت در ولایت دایکندی درز پیدا کرده است. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان یک فرصت بزرگ در تاریخ معاصر است. بر اثر شلیک شادیانه و مناسبت سالگرد ورود مجاهدین در هرات، دست کم 6 زخمی بر جای گذاشت. 18,000 پناهجوی زیر سن در اروپا ناپدید هستند. موفقیت در ایجاد جنین ترکیبی انسان و میمون در آزمایشگاه. افتخار آفرینی عباس کریمی شناور افغانستان در تگزاس آمریکا. همراهان گرامی، برای همکاری و همراهی با من لطفاً کانال استار میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را فعال سازید. گرامی سلام، وقتتان بخیر. بند برق سوختت در ولایت دایکندی درز پیدا کرده است. کار بند برق سوختت 7 سال پیش آغاز شده بود و قرار است در هفته های آینده توسط رئیس جمهور غنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شود. اما قبل از افتتاح این بند برق درز پیدا کرده است که باعث نگرانی باشندگان این ولایت گردیده است. مسئولان میگویند که این بند برق ظرفیت تولید 700 کیلووات انرژی برق را دارد. این بند برق با هزینه 4.9 میلیون دلار آمریکایی در منطقه سوختت در حدود 5 کیلومتر دورتر از شهر نیلی ساخته شده است. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان یک فرصت بزرگ در تاریخ معاصر است. رئیس جمهور افغانستان در حال خروج نیروهای بین المللی را یک فرصت تاریخی خواند که چگونگی نشست صلح استانبول در حالی از ابهام است. اشرف غنی همچنین گفته که آمادگی کامل برای دفاع از خاک افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی وجود دارد. اما در عین حال هشدار داد که ناامنی در افغانستان باعث ناامنی در پاکستان نیز خواهد شد. وی افزود که تصمیم در دست پاکستان است. او به بازنگری روابط کشورهای منطقه با افغانستان اشاره کرد و خطاب به پاکستان گفت: اگر شما آسایش را می خواهید، شما نیز آسایش خواهید داشت. انتخاب دوستی و دشمنی در دست شماست. در همین حال گفتگوی صلح در قطر از چند هفته بدین سو متوقف شده است. یک عضو هیئت حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها به زودی از سر گرفته شود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم گفته که نقض توافقنامه دوحه توسط آمریکا وضعیت را به هم زده و سر و سامان دادن آن زمان گیر است. بر اثر شلیک شادیانه و مناسبت سالگرد ورود مجاهدین در هرات، دست کم 6 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس گزارش ها از هرات در غرب افغانستان، شلیک های هوایی دیشب به مناسبت 29 حمل سال روز ورود مجاهدین به هرات شماری را زخمی کرد. این شلیک ها به پیمانه وسیع که در هرات به سابقه خوانده شده، واکنش ها و انتقاد های گسترده ساکنان هرات را برانگیخته است. شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی مقام های محلی را به ناتوانی در جلوگیری از این شلیک های شادیانه متهم کردند. نیروهای مجاهدین و رهبری اسماعیل خان از چهره های مطرح جمعیت اسلامی و تاریخ 29 حمل 1371 هرات را تصرف کردند. و از آن پس همه ساله جز در دوران طالبان این روز به گونه تجلیل می شود. مطابق بعضی گزارش ها شلیک های هوایی شام دیروز پس از افطار آغاز شد و تا نیمه های شب دوام داشت. یک خبر حیرت آور، 18,000 پناهجوی زیر سن در اروپا ناپدید هستند. بیش از 18,000 کودک و نوجوانان پناهجوی بدون همراه بین سالهای 2018 و 2020 پس از اینکه تحت مراقبت دولتی قرار گرفتند ناپدید شدند. گفته می شود که شمار زیادی از پناهجویان زیر سن افغان شامل این گروه می باشند.
بر اساس ارزیابی ها توسط رسانه ها 3 سال از ناپدید شدن این پناهجویان زیر سین می گذرد. این پناهجویان از کشورهای افغانستان، مراکش، الجزایر و اریتریا بودند. طبق اطلاعات پلیس جنایی آلمان 7806 پناهجوی خردسال و بدون همراه بین سالهای 2018 و 2020 در آلمان مفقود الاثر ثبت شدند. گفته شده است که بیشتر این پناهجویان زیر سن گم شده از افغانستان، مراکش و الجزایر بودند. بنابراین 7082 تن از این پناهجویان دوباره پیدا شده اند، اما 724 پناهجوی زیر سن و بدون همراه هنوز هم ناپدید می باشند. یک خبر علمی: موفقیت در ایجاد جنین ترکیبی انسان و میمون در آزمایشگاه. برای تولید جنین ترکیبی انسان و میمون، سلول های بنیادی انسان و جنین میمون وارد شده است. در صورت موفقیت بیشتر در این زمینه، احتمال ایجاد اعضای بدن انسان در حیوانات مانند میمون و خوب بیشتر می شود. 2 سال پیش، پژوهشگر اسپانیایی خوان کارلوس اسپیسو و بلمونته اعلام کرد که جنین یا رویان های میمون انسان رشد داده است. با گفته او، برخی از آنها توانستند بیش از 2 هفته در ظروف پتری رشد کنند. اکنون این همکار انستیتوت سالت در سن دیگو کالیفرنیا همراه با یک تیم پژوهشگر بین المللی نتایج مطالعات خود و گروهش را در مجله سل انتشار داده است. پژوهشگران برای ایجاد جنین های دوگانه یا کالمیرا، جنین یک میمون جاوایی ماکاکا را به مدت 6 روز پرورش دادند. سپس 25 سلول بنیادی آنها را در جنین ها کاشتند. زندگی 19 روزه. در 3 جنین این کاشت به حد خوب صورت گرفته است که رویان های دورگه به مدت 19 روز زنده ماندند. یک خبر خوش ورزشی: افتخار آفرینی عباس کریمی، شناگر افغانستان در تگزاس آمریکا. عباس کریمی، شناگر افغانستان مقیم ایالات متحده آمریکا، در رقابت های ورلد سیریز ایالت تگزاس توانست که مدال نقره را از آن خود کند. این جوان با وجود معلولیتی که دارد تا حال در چندین مسابقه دست آورد داشته است. کریمی در رقابت های ورلد سیریز توانست در 3 سبک 50 متری فری استایل، 100 متری فری استایل و 50 متری پروانه مقام اول را از آن خود کند. این شناگر افغانستان در مسابقه 200 متری فری استایل به مقام دوم نائل گردید، در نتیجه مدال نقره را از آن خود نمود. عباس کریمی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این دستاورد را برای 80 میلیون مهاجر در سراسر جهان تقدیم می کند. در این رقابت 115 شناگر از 20 کشور جهان اشتراک کرده بودند. عباس کریمی تنها شناگر معلول افغانستان که برای بازی های برای المپیک توکیو نیز نامزد است. لطفاً نظرات و پیشنهاداتتان را با من شریک سازید. از همراهی شما خوبان سپاس گذارم. زندگی رو در امن و شادی سپری نمایید. امیدوارم کانال استار مدیا رو سابسکرایب و همراهی کنید.